بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام و احترامات خدمت تمام شما بیننده های عزیز و محترم تلویزیون جهانی آریانا، انشالله هر کجایی که هستین این شاهد بازی جذاب و تیم های فوتبال خدیم اف سی و خراسان فاریاب از هفته آخر، هفته 11 رقابت های لیگ قهرمانان افغانستان در فصل سومش به صورت زنده و مستقیم از تلویزیون جهانی آریانا هستید. حمید محمدی امروز داور مرکزی بازی خواهد بود و سید ننگلای سادات و منصور صدیقی کمکاش همچنان محمد اشرف و حسین زاده داور چهارم در بازی امروز لقب گرفتن. من آغاز خواهد شد تردی خدیم افسی رو میبینیم. میره کریمی در دروازه است، نصیر احمد سیفی، علی میثم حیدری، نصرالله سلطانی، مجیب الله کریمی، فرید بختیار، نسیم مرادی، جلال محمدزاده، وکیل سرور، شهزاده سنچراکی و وارث نافی در ترکیب هستند. نمای سیبا از تپی سرسبز در کابل، جوانده دیوی افغانستان. ترکیب تیم فوتبال خراسان روز با سیستم 4-4-2 بازی میکنند و رستم رحیمی در دروازه است، محمد هارون نظری، احمد فرهاد باتور، محمد نبی امینی، شمس‌الله صیاد، نصرالله عسکرزاده، رامین احسان، فرید احمد، احمد خالد مجیدی، مصطفی گرمی و عبدالله مکی در ترکیب تیم فوتبال خراسان اف سی قرار گرفتند. حلقه اتحاد تیم فوتبال خراسان فاریاب خدیم افسی هم دیدید. بازی تا ثانیه های بعد رسما شروع خواهد شد. منتظر هستیم که بازی رسما شروع شود. چریا فرید بختیار، حمید محمدی رسما ویسلا خواهد زد. امروز این دیدار هم از هفته آخر همونطور که داوری کردم برگزار میشه و ببینیم که دو تیم خدیم اف سی و خراسان فاریاب چه نتیجه ای را کسب خواهند کرد. امیدوار هستم یک بازی جذاب و دیدار پرگل باشه بر تمام فوتبال دوستان عزیز که فعلا بیننده یک مسابقه هستین. بازی رسما تا ثانیه‌های بعد شروع خواهد شد. داور ویسال خط زد، منتظر هستیم تا رس ساعت 1:30 رسما بازی ویسال بشه. خراسان فاریاب در جایگاه 8 هست و خدیم اف سی هم در جایگاه 10 هست. بازی رسما شروع شد. امتیازهای دو تیم هم براتون حتما خواهم گفت در ادامه مسابقه. سیاه و سفید پوشان خدیم اف سی سرپل در برابر آبی و فیروزه یابی و صفحه پوشان تیم فوتبال خراسان اف سی قرار گرفتند. انشاءالله بازی پرگل را شاید باشی. مجیب الله کریمی بازی را میبره در سمت راست میدان. علی میثم حیدری تو باوت رفته، اوت برای خراسان اف سی هست. بازی را دوباره شروع کردن. مصطفی کریمی تو برسال که در روی دروازه، این ضربه سر وارث نافی، تو همچنان در اختیار یاران خراسان اف سی بود. حالا از که ازاد کار ادامه میتن یاران خراسان اف سی با ترکیب تقریبا کامل امروز هر دو تیم وارد میدان شدن با حضور ستاره های ثابت خودشان، ستاره های اصلی خودشان. ببینیم که چگونه یک بازی رو برنامه‌اش خواهند گذاشت. فرید احمد ضربه‌ام زد، فرید احمد گولم زد اما آفساید. در شرایط آفساید گل رقم خورد. جریا فرید احمد ستاری گلزن تیم فوتبال خراسان اف سی، ستاری که امسال خوب بازی کرده برای تیمش. باز هم ضربه سر زده شد. حالا شده هر جریان هست، همچنان در خط دفاع شمس‌الله صیاد کوتاه کار کردن. آوردن بازی برای هارون نظری در خط دفاع یاران خراسان.
محمد هارون نظری، نصرت الله عسکرزاده. مثلا کوتاه صورت گرفت عبدالله ماکی، حالا صیاد، چمسولای صیاد. یک لحظه اشتباه کرد گلکیپر تیم فوتبال خراسان، دوباره توپ گرفتند. حالا مصطفی کریمی و توپ رسیده. فاول به نفع تیم فوتبال خدیم اف سی اعلام شد. خطا روی فرید بختیار گرفتن میشه. هوا ماشاءالله فوق العاده گرم هست. توپ ارسال خواهد شد از نصرالله سلطانی. ارسال به سمت دروازه، اما موقعیت بود. توپ گرفتن یاران خراسان اف سی. حالا تو برگشت دادن میشه به صورت زنده و مستقیم. شاید این دیدار هستید. حامی مالی برگزاری مسابقات برند ویکتور انرژی هست. حامیان نشراتی مسابقات هم شرکت های مخابراتی سلام و افغان تلکام به شمار میره. وارث نافی از سمت راست اوت برای خدیم پرتاب کرد. اشتباه از یاران خدیم اف سی. حمله در راه هست برای یاران خراسان. فرصت هست. خروج گلکیپر عزیر کریمی راحت توپ در اختیار وارث نافی قرار داد. بازم حرکتی در راه هست. توپ اوت زده میشه. اوت برای تیم فوتبال خدیم اف سی گرفته شد. سریه نسیم مرادی را میبینید در تصویر. اوت را وارث نافی پرتاب خواهد کرد. بازی را کوتاه شروع کرد. احسان مستقیم فرصتی که از دست رفت. دوباره بازی را شروع خواهد کرد برای خراسان اف سی رستم رحیمی. کوتاه کار میکنه. کوتاه و زمینی با یار همتیمی. دوباره پاس کوتاه عزیر کریمی. حالا وارث نافی هر قسمی از توپ دور میسازه. توپ اوت رفته به نفع خراسان اف سی. در جدول رده بندی فعلا خراسان در جایگاه هشتم هست با 10 بازی و کسب 2 امتیاز. خدیم اف سی 11 امتیازی است. در صورتی که بازی امروز شب ببره حتی میتونه تا جایگاه ششم جدول بالا بیه. اون طرف اگر خراسان اف سی هم بازی امروز شب ببره میتونه تا جایگاه پنجم جدول بالا بیاد، جایگاه سرسبی هاشا رو بگیره. کار دنبال خواهد شد. باسم ارسال فرصت هزار بیه سر زدن میشه. کار همچنان در گردش هست. بازم ارسال فرصت برای خدیم اف سی. توپ مستقیما به سمت راست میره. عرض میدان تای که توپ حالا توپ به اوت زده شد. اوت دست سمت راست برای یاران تیم فوتبال حرکت موقعیت هست. همچنان خراسان اف سی ضربی بازی شروع شده. همچنان برای یاران تیم فوتبال خدیم اف سی در خط دفاعی خودشان. نصیر احمد سیفی
اردن بادی در سمت چپ میدان، وارث نافی، حالا مجیب الله کریمی کاپیتان خدیمی ها، همچنان مجیب برد بازی در سمت راست، بازم سیفی، پاس برای عزیر کریمی، همچنان مجیب الله صاحب توپ. بلند از مجیب الله، خیلی خطرناک بود، توپ برگشت راست شمس الصیاد، هارون نظری حالا کوتاه کار میکنن، پاسم یک قطع ارتباط، توپ دوباره دور ساخت یاران خراسان اف سی، فرصت هست فرید احمد، موقعیت فرید احمد، حالا دروازه خالی و حالا گل نشد، عجب فرصت نستستان یاران خراسان اف سی. میبینید صحنه های سره، اینجا اشتباه عزیر کریمی، عجب فرصت از دست رفت، اینجا ضربه خیچی برگردان هم زدن اما نشد که نشد. توپ از سمت راست ارسال خواهد شد، نصرت الله عسکرزاده بازی را شروع خواهد کرد، منتظر است این دوار ویسل بزنه، ویسل زده شد، ارسال مستقیم برای ضربه سر، تو باختلاف و اوت رفت. فرید بختیار صاحب توپ، ارسال صورتی فحسم تچپ، توپ در اختیار نسیم مرادی هست، نسیم مرادی، وارث نافی، ارسال روی دروازه، فرصت با جمع کرده گولکیپر، هارون نظری برای خراسان اف سی، دقیقه دهم مسابقه هست، همچنان ارسال در سمت چپ، بازی را کنترل میکنه یاران خراسان اف سی، پاس کوتاه در میانه میدان، میبینیم که کی فرصت جدی گلزنی ایجاد خواهد شد، ارسال در سمت راست، حرکت برای خراسانی ها، موقعیت هست از جنای راست میدان، حالا ارسال صورت گرفته، فرصت هست فرید احمد، کوتاه برای رامین احسان، تو به اوت رفته، ناهمگی بین مهاجمین خراسان سبب شد تو موقعیت اساس بتن، حالا جلال محمدزاده احسال دستنج برای نسیم مرادی، یک پاس با کورنر زده میشه، کورنر برای تیم فوتبال قدیم اف سی سرپل، توپ ارسال خواهد شد، ارسال به سمت دروازه، ضربه سر، توپ مستقیما به اوت رفته و بازی دروازه برای تیم فوتبال خراسان فاریاب گرفته شد. دوباره اشتباه یاران خراسان اف سی، همچنان موقعیت هست، بازم کار دنبال میشه، فرصت برای گلزنی، داور آفساید گرفت، آفساید اعلام شد، پاسی متوقف شده، فرصت خوبی از دست رفت. ببینیم اینجا سانی آفساید هست،
بازی هم دوباره برگزار میشه. پاس کوتاه. مسابقه همچنان در جریان هست. هرکس سمت چپ میدان برای خراسان FC عبدالله با توپ رسیده. خود عبدالله صاحب توپ هست. باز برای مصطفی کریمی موقع برای گل اول ارسال روی دروازه. بازم فرصت بود و اوسایر توپ جمع کرد. ببینیم صحنه تکرار ضربه مستقیم مصطفی کریمی و بالاخره توپ گرفت عزیر کریمی. بازم اشتباه از یاران قدیم FC. دوباره ارسال برای درزن. این بار جالب نبود، تو در اختیار گلکیپر تیم فوتبال قدیم قرار گرفته و حالا وارس نافی در سمت چپ صاحب توپ هست. همچنان وارس فرید بختیار اشتباه میکنه. دوباره ارسال روی در فرصتی از دست رفت برای تیم فوتبال قدیم FC. خلاد گرم برخلاف باران میبارید. احسان صاحب تو مستقیم ضربه را میزند. جلال محمد زاده حالا فارس نافی در سمت چپ صاحب تو پاس کوتاه محمد زاده اشتباه کرد. حالا نصرت الله عسکر زاده همسلا سید با این درا قد شد. حالا فرید بختیار اصلا مستقیم و سمت دروازه و اتبا گرفته گلکیپر رستم رحیمی بازی را شروع خواهد کرد. دوباره فرید بختیار باز هم اشتباه حمله برای پوشان تیم فوتبال خراسان. مصطفی کریمی ضربه را زد تو به کورنر زده میشه. کورنر برای تیم فوتبال خراسان فاریاب گرفته شد. توپ ارسال خواهد شد. جاگیری نفر به نفر ارسال مستقیم برای دروازه ضربه سر زده شد. حالا بازم یک ضربه زمینی از راه دور هنوز از دست نرفته. ضربه خطرناک و عزیر کریمی توپ دور ساخت. عالی کار میکنه عزیر. برای تیم فوتبال غفوری جای نصیر احمد سیفی را خواهد گرفت. تعویض اجباری برای قدیم FC انجام شد. فرید بختیار صاحب توپ وارس نافی بازم یک حرکت نسیم مرادی نرسید به توپ. دوباره هارون نظری توپ ارسال میکنه به زمین تیم فوتبال خراسان. موقعیت هست فرصت برای گلزنی ضربه فرید
بگرد بازی هم دوباره شروع خواهد شد. بازم حمله از سمت راست اشتباه کردن یاران خراسان اف سی. فرصت هست در واقع را قطع میشه از سیگه یاشون از چهار خراسان باتور. حالا مصطفی کریمی صاحب توپ هست. بازی متوقف شده. احمد فرهاد باتور روی زمین افتاده. ببینیم مشکلش جدی هست یا خیر. جریه نهضت را اسکرزده و همچنان باتور هم میبینی در تصویر. با بازی بر میگرده باتور. بازی هم دوباره شروع شد. هرکس سمتش برای خراسان اف سی. نبی امینی صاحب توپ پاس در سمت چپ اصلا روی دروازه خیلی سریع هست توپ مستقیما به اوت رفته. پاس در جنبه چپ میدان. دوباره توپ اوت میره. اشتباهی مدافعین خدیم اف سی. از طریق شبکات آرگان اسپورت فیسبوک و یوتیوب فعلا لایف این مسابقه را تماشاگر هستین. از طریق وبسایت جهانی این مسابقه تقدیمتون. حالا نسیم مرادی صاحب توپ. ارسال از نسیم مرادی اشتباه صورت گرفت. موقعیت هست همچنان فرصت برای یاران خدیم اف سی از دست میره. حالا بردن بازی در سمت چپ. علی میثم حیدری عزیر کریمی جلال محمدزاده بازی رو در سمت چپ. پاسکاری کوتاه. بازم وارث نافی. تو باوت زده شده. حالا بلند بازی رو شروع میکنن یاران خراسان. بازم وارث نافی. وارث نافی دوباره بازی را شروع خواهد کرد. بازی زیاد جالب نبود انصافا. انشالله که بازی جالبتر در ادامه مسابقه شاهد باشیم و موقعیت ها شکل بگیره. براخره روی در دروازی دو تیم فقط یک موقعیت جدی گلزنی داشته این بازی که برای خراسان اف سی از دست رفت. فریکیک برای تیم فوتبال خدیم اف سی سرپل هست. یاگری نفر به نفر. جلال محمدزاده توپ ارسال خواهد کرد.
حالا ارسال مستقیم برای دروازه هست، بسیار بلند بود، اصلا خوب نبود ارسال محمدزاده، توپ هم از دست دادن. حالا سه جمله برای خراسان افتی در هست با مصطفی کریمی، پاس در جنایی رسفرگ احمد، یک کدوی فوق العاده عالی، موقعیت هست برای گلزنی. ببینیم با هم دوبار بازی درزا را اعلام کرد. روی زمین هست نصرت الله اسکرزاده، حالا یک اشتباه، فرصت برای تیم فوتبال خدیم اف سی و گل! گل برای تیم فوتبال خدیم اف سی، نسیم مرادی گل زنی کرد. حساب کار 1-0 میشه به نفع خدیم اف سی در هفته آخر رقابت های ACL. بالاخره در گل زنی باز شد برای تیم فوتبال خدیم اف سی. این گونه دروازه را با زیبایی باز کرد خونسردانه و استادانه این چهره نسیم مرادی. نتیجه مسابقه 1-0 شد. تو به اوت رفته، اوت منفع تیم فوتبال خدیم اف سی هست. موجب الله کریمی، یک پاس کوتاه، همچنان نسیم مرادی زدمله دیگر برای گل دوم یاران سر پل در رو هست. واسم ارسال بر روی دروازه، موقعیت، این ضربه سر، حالا ضربه که به تیرک خورد، دوباره شوت خطرناک و عکس العمل گل کیپر. نزدیک بود گل دوم رقم بخوره، حالا موقع بر گل مساوی طرف هست. توپ دور به سیاران خدیم اف سی. ببینید صحنه آیستره اینجا ضربه و تیرک افقی دروازه خورد در ادامه هم که ضربه ای که گلکیپر برگشت میده. بازم موقعیت، حالا ضربه ای که از بغل گل و اوت رفت. صحنه تکرارش مشاهده کنیم، این ضربه آخر بود. کارنر گرفته میشه منافع خدیم اف سی. توپ ارسال خواهد شد. فردا روز آخر رقابت هاست. بازم موقعیت. هواداران فوتبال هم امروز هم فردا میتونن به ورزشگاه بیاین. فردا روز نهایی هست و در آخرین دیدار هم عدالت فرا با مسافه قهرمانی مسابقات اتک انرژی خواهد رفت. جشن قهرمانی هم فردا برگزار میشه. بهترین های مسابقات هم فردا مشخص خواهد شد. هواداران فوتبال اگر صدای ما بشنون ان شاء الله میتونن که فردا بین به ورزشگاه فلسطین فوتبال افغانستان بعد از ظهر بعد از چاشت و مسابقات از دست نتن. بازم یک پاس کوتاه، همچنان موقعیت هست، ارسال روی دروازه، تو به اوت رفت. دوباره بازی آغاز خواهد شد. البته کولینگ بریک دار میگیره تا حلق و گلوی را دو تیم تازه کنن. با هم بهتر است یک نگاهی داشته باشیم به لحظات جالب این مسابقه در نیمه اول. تصاویر کسی دایرکتر مسابقات شکار شده را یکی یکی مشده خواد کریم. ببینید این صحنه های جالب بازی امروز هست، موقعیت های خوبی که تیم ها از دست دادند.
این بهترین بخت گلزنی برای خراسان فاریاب بود. ببینید این حمله خطرناک. اینجا مصطفی کریمی در دو مرحله ضربه را زد. بگم تنها گل بازی دست نسیم مرادی که به زیبایی به ثمر رسید. این صحنه گل هست از زوایای مختلف. گل زیبای نسیم مرادی. بازی دوباره شروع خواهد شد. رستم رحیمی بازی را شروع میکنه. دوباره ارسال بازم ضربه سر. توپ سرگردان هست. حالا یاران خراسان افسی به توپ رسیدن. اشتباه کردن نسیم و مرادی. سه تمنه برای خدیم افسی از سمت چپ در راه هست. همچنان نسیم و مرادی کوتاه کار میکنن. توپ از دست زد. سه تمنه برای آبی پوشان خراسان از سمت راست. رامین احسان دوباره یک ضربه سر. موقعیت از دست رفت. حالا مصطفی کریمی کار دنبال میشه. تلاشی یاران تیم فوتبال خراسان. ضربه سر. باسم ارسال برای دروازه هم موقعیت هست. ضربه سر مجیب الله کریمی. توپ برگشت دادند. توپ سرگردان در اختیار میگیری یاران خراسان افسی. نصرت الله عسکرزاده. حالا جلال محمدزاده به توپ رسید. تو باید نرفته کار دنبال میشه. خطا فاول بر نفع تیم فوتبال خدیم افتی سرپل در زمین حریفش گرفته شد. بازی هم شروع شد. همچنان یاران تیم فوتبال قدیم افسی تو پس دست دادند. دوباره تکرار میکنم که فردا روز آخری رقابت هاست و مسابقات فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان که از 32 روز قبل آغاز شده بود فردا به پایان خط رسید. تو به اوت رفته به نفع خدیم افسی. بازم یک پاس. موقعیت هست. ارسال روی دروازه. فرصت برای گل دوم. حالا ضربه ای که درون دروازه جای گرفت. گل. گل برای تیم فوتبال خدیم افسی سرپل. به ثمر میرسه. شهزاده زنگچارکی بالاخره گلزنی میکنه برای تیمش. ببینیم این صحنه آیسته هست. با پای چپ توپ و توق دروازه جای داد پرنس زنگچارکی. حساب کار دو بر صفر نفع خدیم افسی شد. یعنی هواداران حاضر در ورزشگاه موقعیت بسیار خوبی را تبدیل به گل کرد پرنس سنگچارکی.
نسیم مرادی مشکلش ببینیم که جدیست یا خیر، آیا میتونه بازی داده بته در این مسابقه یا خیر. نسیم مرادی اختلاف دو برابر شد، کار تیم فوتبال خراسان فاریاب بسیار سخت شد برای بردن این مسابقه. امکان داره تا جوشگه پنجم و ششم بالا به خدیم افسی در جدال را دبندی. نصر طولو اسکرزاده کار دنبال همیشه. حالا پاسم باتور، احمد فرهاد باتور ثابتو. یک پاس کوتاه میبرند بازی در سمت بازی در جریان هست. پاس کوتاه، پاس هم ضربه سر، موقعیت هست و توپ دور شده. زدم برای خدیم افسی از دست رفت و بعد رفت از برای تیم فوتبال خراسان فاریاب هست. بازی هم دوباره شروع خواهد شد. کوتاه کار میکنه یاران خراسان افسی. مصطفی کریمی از سمت چپ. میبینیم که میتونن یکی از گل های خورده را جبران کنن در این دیدار. در نیمه نخست یاران خراسان افسی یا خیر. باتور احسالش بلند هست روی نقطه پنالتی، ضربه سر چیز خاصی را ندیم در این لحظات از خراسانی ها. دوباره یک پاس کوتاه، وارث نافی ارسال بر روی دروازه، از ضربه سر زدن نمیشه. بازی در سر رستم رحیمی برای خراسان فاریاب شروع خواهد کرد. دقیقه 35 نتیجه کار همچنان 2-0 نفع خدیم اف سی هست. غفوری رو میبینید در ترتیب بازیکن تازه وارد خدیم که نتونست ضربه سر خوبی را بزنه به توپ. بازم حمله برای یاران حرکت برای تیم فوتبال خدیم از دست رفت. بازم حمله کرد برای گل سوم، موقعیت هست، پاس کوتاه، این ضربه خطرناک توپ دور میشه. بازم فرصت، حالا ضربه دیگر از نسیم مرادی. کمتر از 10 دقیقه تا پایان مسابقه. دوباره اگر سال ضربه سر عزیر کریمی بازی را شروع خواهد کرد. جلال محمدزاده یک پاس کوتاه، موقعیت هست، فرصت برای گل سوم، همچنان توپ از دست نرفته. شهزاده سنگچارکی آورد بر روی پای چپ، توپ از دست میره برای خدیم اف سی. بازم بازی متوقف شد. ما از ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان این بازی رو براتون گزارش میکنم. هوا خیلی زیاد گرم شده در کابل امروز. بازم حرکت، موقعیت، ضربه غفوری بلاک شده و کارنر رفت. کارنر برای تیم فوتبال
خدیم اف سی اعلام شد. رستم رحیمی حلق و گلوی تازه میکنه. بازی دوباره شروع خواهد شد. اصلا نه چندان بلند تو به هاو زدن میشه. بازی درز منافع خراسان اعلام شد. گرمی هوا در گوگل اگر سرچ کنید فعلا 26 درجه سانتیگراد هست، اما اگر در فدراسیون فوتبال افغانستان چیزی که ما احساس میکنیم بالای 30 درجه احساس میشه گرمی هوا. البته گرمی کابل با گرمی سایر شهرهای گرمخیز افغانستان کاملا فرق میکنه، چون گرمی خشک داره، یعنی فرجی نیست، گرمی شهر کابل سوزنده هست. بازم فرید بختیار توپ از دست داد، خبری از خطا نبوده، کار دنبال میشه. نصرت الله عسکرزاده صاحب توپ، حالا مصطفی کریمی پاس کوتاه، یک شوت زده شد تو به بلاک کردن یاران خدیم اف سی. باز هم ارسال برای دروازه، موقعیت هست برای گل سوم. یک باز در تیر دوم، خیلی خطرناک بودی پاس، مستقیما به اوت رفت. فردام پیش بینش 28 درجه سانتیگراد گرمی هواست. ببینیم موقعیت خوبی که از دست رفت. دوباره مصطفی کریمی، دقیقه 40 مسابقه هست، نتیجه کار همچنان 2-0. اوزایر کریمی بازی را حالا با دست خودش بر خدیم اف سی شروع کرد. لحظات پایانی نیمه اول هست، یک تعویض در راه هست برای تیم فوتبال خراسان فاریاب، تیمی که 2-0 فعلا شکست خورد در نیمه اول. وارث نافی کاردون بال میشه برای دو تیم. عبدالله مکی همچنان مصطفی کریمی خودش صاحب توپ بود، پاس دست میده، موفق در علی میثم حیدری هست. حرکت برای یاران خدیم، فرید بختیار ارسال در سمت راست، چقدر خوبی کار انجام داد، ارسال در سمت راست خط دفاعی حریفش. دور موقعیت هست، وکیل سرور توپ ارسال کرد، توپ به تیر حکم میخوره و اوت رفت. احمد فرهاد باتور جای خودش هم میته و یار شماره 17 زیال حق نیازی. بازم ارسال، ضربی سر، موقعیت فرصت هست، تو بس بالای درزه به اوت میره. موقعیت خیلی خوبی که از دست رفت، شهزادی سنگچارکی رو در تصویر دیدید. حالا مصطفی کریمی پاس کوتاه، باز هم موقعیت هست، یک پاس کوتاه، همچنان فرصت برای گل زنی، توپ دور ساختن یاران خدیم اف سی. جبلای کریمی توپ اوت زد،
دوباره تو با عزیر کریمی جمع کرده. دوباره ارسال، همچنان موقعیت هست. خروج رستم رحیمی تا کجا پیش آمده؟ تو با در اختیار مصطفی کریمی قرار داد. همچنان موقعیت هست. کفش خوش تبدیل کرد. یکی از بازیکنان تیم فوتبال قدیم اف سی اگه اشتباه نکنم نسیم مرادی هست. مرکزیه وکیل سرور پس برای یار خودی عملی که جالب صورت نمیگیره از سوی جلال محمد زد. تو پس دست رفت. دکتر رفت و وضعیت بازیکن مصدوم از نزدیک ماهی نکنه. ببینیم که جدی هست مصدومیت محمد هارون نظری یا خیر. دوباره با مسابقه برمیگرده هارون نظری. احتمالاً 3 دقیقه وقت تلاش خواهد گرفته شد یا 4 دقیقه برای پایان این مسابقه در نیمه اول. سه دقیقه برای پایان نیمه اول وقت تلف شده در نظر گرفته شد. کار از سمت راست برای خراسان فاریاب ارسال خواهد شد. یارگیری نفر به نفر. ببینیم که یکی از گل‌های خورده را جبران می‌کنند. ارسال به روی دروازه موقعیت دروازه خالیه که باز نشد و سلطانی توپ دور کرد. نصرت الله سلطانی خیلی خوش شانس امروز گلکیپر تیم فوتبال قدیم اف سی که دفاعش به دردش خورده. بس روی خط دو بار یا سه بار شد که برگشت دادم میشه و هنوز دروازه قدیم اف سی سرپل باز نشده. جلال محمدزاده این پاس کوتاه برای غفوری. حالا نسیم مرادی موقعیت هست. پاس اشتباه توپ دوباره به غفوری نرسید. شمس‌الله صیاد، ضیاءالحق نیازی. فرید احمد صاحب توپ. آت پرتاب خواهد شد. نبی امینی دوباره تو به وعق میزنه یاران قدیم اف سی. واقعیت بود. حالا فرصت برای گل اول خراسان اف سی هست و فاول اعلام میشه. نصرالله سلطانی خطا گرفت.
کمتر از یک دقیقه تا پایین وقت های تلف شده باقی مانده. دوبار کار ادامه داد. حیدری حالا جلال محمدزاده در سمت راست میدان. مثال در سمت چپ توپ در اختیار وارث نافی قرار میگیرن. مصطفی کریمی دوباره فرصت، یک شوت از راه دور تو ده بین رو برخورد داشته و به اوت میره. کارنر بر تیم فوتبال خراسان اف سی اعلام شد. آخرین موقعیت گلزنی این تیم در نیمه اول خط بود. ببینیم که با گل میرسن یا خیر. کوتاه شروع کردن بسیره. بازی هم همینجا و پایان میرسه. پیروزی 2-0 خدیم افسی در نیمه اول برابر خراسان فاریاب در هفته 11 رقابت های لیگ قهرمانان افغانستان. هایلایت جذاب نیمه اول هم تماشا کنین. میان برنامه می داشته باشیم. در آغاز نیمه دوم در خدمتان قرار خواهیم گرفت. به نام خدا و عرض سلام مجدد خدمت تمام شما فوتبال دوستان عزیز. نیمه دوم بازی تیم های خدیم اف سی سرپل و خراسان اف سی فاریاب شروع شد. نیمه اول خدیم اف سی 2-0 تانست به پیروزی برسه با گل های نسیم مرادی و شهزادی سنگچارکی. ببینیم که در نیمه دوم خراسان فاریاب میتونه کامبک بزنه، گلهای خورده را جبران کنه یا خیر، یا بازم خدیمی ها عمل کرده خوب خواهند داشت در نیمه دوم. سلطانی اوت پرتاب خواهد کرد. پرتاب بلند است سلطانی. شهزاده سنچارکی حالا فرید بختیار صاحب توپ شده. بازم سلطانی تو به نفع خدیم اف سی به اوت رفت. آدم یک پاس کوتاه. تلاش همچنان در جریان هست. ببینیم که چی اتفاق رو خواهد داد. اصلا در سمت راست عزیر کریمی بعد اون بالا توپ هست و میگیره عزیر. گلکی پر تیم فوتبال خدیم اف سی. دوباره بازی آغاز شد از سمت چپ. وارث نافی پاس کوتاه، نسیم مرادی نرسید به توپ. حالا وکیل سرور تو به نظرم به اوت رفته. موقعیت هم از دست رفت.
دوباره پاس ارسال شده. مصطفی کریمی تو بحثت مقابل فرید بختیار. دنبال میشه. ببینیم که چی اتفاقات رو خواهد داد. همچنان پاسکاری کوتاه. نبی امینی رو به عقب بر یار همتیمی جایی که شمسالای صیاد هست. حالا ضیاءالحق نیازی، محمد هارون نظری تو پرسال که در سمت راست زبی سر زده میشه. روب سرگردان هست. بازی متوقف که رفتی فوتبال خراسان اف سی. فعلا بازی متوقف هست. بازم حرکت برای یاران قدیم اف سی. باسم ارسال سبیه بختیار با اختلاف و اوت رفت. قطعه بسیار خوبی را از دست دادن یارون قدیم اف سی. ضربه خیچی برگردانه که تبدیل به گل نشد. حالا جلال محمدزاده کار در جریان هست. حمله از سمت راست. دوباره اگر سال تو قطع شد و بازی متوقف میشه. کش بالا و کش نصرالله. دوباره بازی شروع میشه. ارسال بلند ضربه سر تو قطع شد در بین راه. باز هم سنگ چارکی بعد اون بالا توپ هست. مصطفی کریمی فرید بختیار روی زمین هست. احساس درد میکنه فرید بختیار. میبینیم که مشکلش جدی هست یا خیر. همچنان روی زمین هست. نانایی کمر خودش آسیب دیده. فرید بختیار بازی هم دوباره شروع خواهد شد. نیمه زیاد سرعتی نبوده نیمه دوم.
بسم ارسال موقعیت هست فرید احمد خروج عزیر کریمی تو بابا اوت زده یعنی دیگه مسابقه مسابق زنده و مستقیم از تلویزیون جهانی آریانا هستید اوت صورت گرفت همچنان ضیاءالحق نیازی حالا فرید احمد فرید بختیار هم دوباره وارد میدان میشه تلاش رو ادامه داره همچنان هرکی از سمت راست پس کوتاه حالا مجبولا کریمی توپ ارسال که از سمت چپ زده دمله برای خدیم افسی ببینیم که بطوب میرسه نه تیم مرادی نرسید بطوب فاول اعلام میشه بازی متوقف هست اینجا موقعیت از دست رفت دوباره پاس کوتاه جو حق نیاسی کوتاه کار میکنه نصرت الله عسکرزاده دوباره ارسال در سمت چپ فرصت هست برای خراسان افسی موقعیت دارن برای گلزنی ببینیم با هم حالا مصطفی کریمی این پاس در عرض توپ نرسید بر عبدالله بازم مصطفی کریمی سال روی دروازه هم موقعیت بود تو بعد رفته بازی در زمان تیم فوتبال خدیم افسی اعلام میشه باز هم یک ارسال زبری سر زده شد ارسال در سمت چپ میدان حرکت با نسیم مرادی شوت زن هست نسیم حالا فرید بختیار مستقیم ضربه را میزنه تو بس بغل گل به اوت رفت خب کار نکرد فرید بختیار تلاش در جریان هست کار دنبال میشه ببینیم که چی اتفاقات رو خواهد داد بازم یک ارسال حرکت با شمس‌الله صیاد فرصت هست همچنان ضربه از راه دور زده شد ضربه پرقدرت یار شماره هفت خراسان افسی شمس‌الله صیاد توپی که با اختلاف زیادی به اوت میره بازم حرکت با محمد زاده کار دنبال میشه کار در جریان هست همچنان صیاد ارسال بلند ضربه سر زدن میشه تو یک لحظه قد ساختن یاران خدیم افسی حالا بازم یک کدو صورت گرفت از سمت چپ نصرت الله عسکرزاده بعد اون بالا توپ بود موفق‌تر مجیب الله کریمی هست که توپ برگشت داد او دست سمت راست برای تیم فوتبال خدیم افسی هست سلطانی بازی رو شروع میکنه میثم حیدری بر
علی جان برین بالا برین بالا برین بالا برین. باز هم سلطانی سلطانی بازی را میبره در سمت چپ، بلند این کار انجام داد، ضربه مدافعین باشگاه خراسان اف سی. کار دنبال میشه، وارث نافی بازی فعلا متوقف هست. عبدالسی و سفید پیشان خدیم افتی انداختن، حالا باسم حمله از سمت چپ، توپ از دست دادند. نبی امینی پاس کوتاه، باسم یک تلاش همچنان ارسال صورت گرفته، موقعیت هست. مصطفی کریمی بعد اون بال توپ گیری هست، توپم عالی گرفت، فرصت هست، موقعیت برای زدن گل اول خراسان اف سی. همچنان کریمی صاحب توپ، ارسال صورت میده و توپ جمع کرده عزیر کریمی. عزیر کریمی حالا بلند زد برای خود زد، توپ هم میگیره رستم رحیمی، دوبار گلش باز کردن در این مسابقه یاران خدیم اف سی سرپل. ضیاءالحق نیازی در سمت راست صاحب توپ هست، همچنان کار دنبال میشه و توپ قطع شد در بین را. چرا در پرده های تلویزیون تون میبینید 2-0 هست. توپ ارسال قطع شد، بیرق جور داره جلال محمدزاده، کارنر ارسال قطع کرد خدا جلال، ارسال به روی دروازه بلند هست، ضربه ارسال زدن نمیشه، توپ برگشت شد، حالا مصطفی کریمی توپ به اوت میزنه. اوت برای تیم فوتبال خدیم اف سی سرپل گرفته شد. نیم ساعت تا پایان این مسابقه در وقت‌های قانونی باقی مانده، تماشاگر حاضر در ورزشگاه را می‌بینید. باسم سلطانی ارسالش خوب نیست و باز دست رفته برای خدیم اف سی. ضیاءالحق نیازی عملی در راه هست، پاس کوتاه، موقعیت توپ دور میشه، شمس‌الله صیاد به توپ رسیده، حالا ضیاءالحق نیازی اشتباه کردن، زده حمله بر تیم فوتبال سرپل هست. شهزاده سنگچارکی فرصت داره، ضربه زمینی میزنه، توپ گرفته رستم رحیمی، زود بازی را شروع کرد. چیزی برای احساسان نداره امروز تیم فوتبال خراسان اف سی. کار دنبال میشه، حمله برای یاران خدیم اف سی، پاس در سمت چپ و توپ جمع کرده رستم رحیمی. ارسال بلند صورت گرفت، باسم ضربه سر
ارسال کوتاه، کار دنبال میشه، هرگه در راه هست. تو به سرگردان، حالا مجیب پاسم پاس کوتاه، تلاش ادامه پیدا کرد، حرکت برای یاران تیم فوتبال خراسان افسی زرب یه راه دور از مصطفی کریمی تو به جمع میکنه و زهیر کریمی خوب امروز گل کیپری کرده برای تیمش و زهیر کریمی خط دفاعیش هم فوق العاده بوده در بازی امروز. غفوری تعویض خواهد شد، نورالدین غفوری و امید شیرزاد وارد میدان خواهد شد، فرید بختیار هم تعویض خواهد شد. و ارسلان قایزاده وارد میدان شده. دوباره یک پاس کوتاه. هارون نظری کوتاه کار میکنه. ضیاالحق نیازی. حالا نصرت الله عسکرزاده. پاس در جناح راست جایی که ضیاالحق هست. رستم رحیمی. پاسم هارون نظری. بعد دنبال یار میگرده. ارسال بلند در زمین حریف. فرصت هست. مجیب الله کریمی حالا وارث نافی توپ در اختیار گرفتن یاران قدیم. نماینده سرپل با ای پیروزی دا جایگاه ششم فکر میکنم بالا خواهد رفت از مکان دوم جدول. بازیکن های ذخیره تیم فوتبال خراسان فاریاب دیدن خودشان را گرم دارن. این طرف تماشاگری حاضر که در ورزشگاه حضور پیدا کردن دوباره یک ارسال بلند صورت گرفت. چیز خاصی که در خط حمله از آبی پوشان خراسان افسی ندیدیم امروز. بازم هرگز سمت چپ توپ در اختیار یاران قدیم افسی سرپل هست. میره که چی اتفاقات رو خواهد داد. شمسالای سیاد، محمد هارون نظری، دوباره اگر سال امید شیرزاد به توپ رسید. یارا تعویضی قدیم اف سی سرپل. بازم حرکت، حمله برای گل سوم سرپلی ها، فرصت هست. اورد تو در سمت راست میدان، موقع برای ارسلان هست. همچنان فرصت دارن برای گل زنی و توپ میگیره شمسالای صیاد. ببینیم که چی کار میکنم روی موقعیت. عسکرزاده بازی را برد در سمت راست. موقعیت در ارسال هست. حال ارسال انجام میگیره برای درزه. فرصت بود این ضربه پر قدرت و گل. یک سوپر گل برای خراسان افسی. نصرت اللهی عسکرزاده حساب کار 2-1 میسازه. عجب گل زد. یک گل تماشایی برای تیم فوتبال خراسان افسی فاریاب. امید دوباره زنده شد. اختلاف و حداقل رسید. هر گل کیپر می بود نمیتونست ایتوبا بگیره. و
بازی هم دوباره شروع شد. اختلاف کمتر شد. حالا حتی میتونن کامبک بزنن یاران خراسان اف سی. ریاکت زده حمله و گل رسیدند. باز در گردش هست احمد خالد مجیدی. نصر در تصویر میبینید دو بر یک شد. نصرت الله عسکرزاده گل زیبایی رسد. همی بازی کن برد بازی در جنای راست. ضیاءالحق نیازی ضربه. ضیاءالحق نیازی خطرناک بود ضربهش. برمیگرده و پست خودش در سمت راست خط دفاعی. بازم پاس کوتاه. دوباره ارسال ضربه سر. حالا ضربه از راه دور تو باوت رفته. یکی از بازیکنهای تیم فوتبال خدیم افسی روی زمین افتاده. دکتر میره تو وضعیتش از نزدیک مای نکنه. وکیل سرور هست که آیستا آیستا زمین ترک میکنه. احتمالا دوباره به مسابقه برگرده. باز هم اگر سال تو باوت میره. سلطانی بازی را شروع خواهد کرد. دوباره ضربه سر. شمس‌الله صیاد. هارون نظری. 20 دقیقه تا ختم مسابقه باقی مانده. ضیاءالحق نیازی. باز هم ارسال صورت گرفت. همچنان تو باید دور ساختند. هارون نظری. ضیاءالحق دوباره به توپ رسیده. پاس کوتاه. همچنان خراسانی ها بدن بالا جبران حتی گل دوم هستند تا بازی مساوی شود. دوباره سال فرصت هست به گرفته عزیر کریمی. کوتاه زمینی بازی را شروع کرد. کاردون بال میشه. یک لحظه اشتباه. موقعیت هست. عبدالله ماکی. علی میثم حیدری موفق هست. تو به اوت میره. بازی در عرضه برای تیم فوتبال خدیم اف سی سرپل اعلام شد. از طریق صفحات اجتماعی آریان اسپورت هم به صورت زنده مستقیم بیننده مسابقه هستین.
فصل سوم رقابت های لیگ قهرمانان. یک روز تا پایان این رقابت ها، فردا روز آخر خواهد بود، ساعت 3 بعد از ظهر فردا بازی تیم های اتک انرژی و عدالت فرا به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان خواهد شد. هواداران میتونن بین به ورزشگاه ساعت 3 بعد از ظهر مسابقه را ببینن. جشن قهرمانی اتک انرژی هم بعد از ختم مسابقه برگزار میشه در همین ورزشگاه. فردا بهترین های مسابقه معرفی خواهد شد. آقای گل، بهترین گلکیپر و بهترین بازیکن مسابقات. مراسم سرمانی یا جشن قهرمانی فردا را از دست ندن. هواداران میتونن بیان به ورزشگاه هم بازی را ببینن که عدالت فرا یکی از تیم های پرستاری این رقابت هاست مقابل اتک انرژی. چالنجی که نماینده فرادی است که فردا حتما حتی که شکست میتن حتی دروازه اتک انرژی را باز میکنن. ببینیم که تیم قهرمان چی پاسخی خواهد داشت. آسم ارسال، هواداران عدالت فرا به این باور هستند که فردا تیمشان اتک انرژی را شکست میده. در سوی مقابل اتکی ها معتقد هستند که هم کلین شیت میکنن و هم عدالت را پرگل شکست میدن. حالا ببینیم که فردا کدام تیم پیروز میدان خواهد بود. تا هنوز حتی یک گل را نخورده اتک انرژی. 10 کلین شیت دارند. فردا 11 مسابقه شان هست. بازم یک ارسال بلند. بازی ادامه داره. حمله بری سرخ آبی پوشان تیم فوتبال خراسان اف سی. پاس کوتاه داده شد. سال در سمت راست میدان. بازم ارسال، فرصت هست. این ضربت راه دور خطرناک تو باوت رفت. صیاد هارون نظری. پاس کوتاه احساس صورت گرفت. همچنان موقعیت هست. عبدالله ماکی نقص پا تو به اوت رفته. با تغییر همزمان برای خراسان اف سی. نبی امین تعویض میشه جایش به بهرام شیرین سخن خواهد داد. رمضان محمدیان وارد میدان خواهد شد. میلاد عظیمی هم تا ثانیه های بعد جای رامین احسان خواهد گرفت. کاردون بال میشه. ارسال در سمت چپ. فرصت هست. اشتباه میکنه یاران تیم فوتبال خراسان اف سی. پاس کوتاه. حالا ضربه سر. توپ سرگردان هست. هارون نظری. صاحب توپ هست محمد هارون نظری برای تیم فوتبال خراسان اف سی. شمس الله صاحب توپ. دوباره نظری. باز هم یک ارسال.
کار دنبال میشه. پاس کوتاه، امید شیرزاد به توپ رسیده. میلاد عظیمی، جلال محمدزاده، انتقال به در سمت راست برای خدیم افسی. کار دنبال میشه، همچنان فرصت هست. یه مستقیم خطرناک بودی شد. ارسلان خیزاده نزدیک بود یک سوپر گل بزنه. مجیدی فرید احمد، خطا برای فرید احمد اعلام شده، یک کارت زرد نشان خواهد داد. ارسلان خیزاده کارت زرد دریافت میکنه. ببینید که وضعیت فرید احمد جدی هست. توپ به اوت زده شد برای خدیم افتی از سمت راست. نصرت سلطانی بازی را شروع خواهد کرد. در سیاه و سفید پوشان فرید احمد هم مشکلش حل شده و بازی بر خواهد گشت. شمس‌الله صیاد، هارون نظری، بعدم کاپیتان صیاد. سب در جنایی چپ زربیگ سر ناقص بود. حالا سایت حمله برای خدیم افسی در راه هست. پاس کوتاه، شهزاده سنگچورکی آفساید. آفساید اعلام میشه. باز هم کار در جریان هست. هواداری حاضر در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان بازی را از نزدیک تماشا میکنند. عزیر کریمی بازم یک پاس کوتاه، منقل از دست رفت. کاردون بال میشه، فرصت هست. توپ را دور ساختن یاران قدیم. دوباره ارسال، حمله از سمت راست، موقعیت هست و توپ دوباره به اوت رفته. تماشاگرایی که میبینید شاید تماشاگرای تیم فوتبال عین‌نومینه قندهار باشن که بعد از این مسابقه بازیشان شروع میشه. کار دنبال میشه. باز از سمت راست. حالا ارسال، موقعیت بود و حرکت زیبا از شمس‌الله صیاد. Yeah.
سرمربی خراسان افسی رو یک لحظه دیدین. بازی همچنان دنبال میشه. سرعت بازی زیاد بالا نبود امروز. روی اشتباهات گلها رقم خورد. ارسال صورت خواهد گرفت. فری کیک از راه دور به نفع تیم فوتبال خراسان فاریاب اعلام شده. ببینیم که از این موقعیت میتونن به گل برسند. ارسال بلند بر روی دروازه، ضربه سر زدن نشد. فشار زیاد ساخته خراسان افسی تا گل مساوی را بزنه. نیازی، شمس‌الله صیاد، خالد مجیدی. تو بحث دست دادند. کار همچنان در گردش هست. فرصت برای تیم فوتبال خراسان افسی میره که شکل بگیره. ببینیم که در این لحظات موفق خواهند شد تا گل مساوی رو بزنن. یک شوت خطرناک از راه تور. یعنی که از جیگرخون‌ترین هواداران این فصل هست. هرگز خنده در چهره هوادار دیده نشده و در اکثریت این مسابقات هم حاضر بوده. کار دنبال خواهد شد. او هوادار با اون چهرهش کاملا مشهور هست. حالا بازم فرید احمد در سمت چپ صاحب توپ. کوتاه کار میکنه فرید احمد. ارسال بلند خالد مجیدی در روی دروازه. موقعیت برای گل مساوی هست. فرصت برای گلزنی آبی پوشان خراسان و پنالتی نیست. کار دنبال خواهد شد. خیلی نزدیک شده بودن و گلزنی. حالا نسیم مرادی. لحظاتی هست که بازی جالب پیگیری میشه. موقعیت برای شوت زنی هست. تو بلاک میشه. ادامه کار برای آبپوشان خراسان افسی. حالا از سمت راست ارسلان یک کارت زرد هم گرفته. اگر گل سوم خدیم افسی سرپل بزنه دیگه کارشان راحت‌تر میشه در این مسابقه. کمتر از 5 دقیقه تا پایان وقت قانونی مسابقه باقی مانده. نتیجه مسابقه هم همچنان 2-1 به نفع تیم فوتبال خدیم افسی هست. خالد مجیدی پاس کوتاه. مصطفی کریمی صاحب توپ. ارسال صورت نگرفت. فری کیک برای خراسان افسی. نصرت الله عسکرزاد فری کیک خواهد زد. تنها گل خراسان افسی. بازم یک ارسال برای تیر دوم. ضربه سر زدن میشه تا گرفته عزیر کریمی. ارسال از عزیر. شهزادی سنگچالکی تو کنترل میکنه. کار زیبا است. پرنس سنچارکی حرکت کرده. پرنس فرصت هست برای شهزاده. موقعیت برای گلزنی هست. دوست کنار گل به اوت میره.
توپگیریش، حرکتش عالی بود اما ضربه آخرش بسیار بد زده شد. یک گل زیبا امروز زد سنگ چرکی بر تیمش. سرگی هارون نظری کار ادامه خواهد داد. خالد مجیدی، شمسالای صیاد سال بلند انجام داد. باز هم ارسال، همچنان حرکت برای پوشان در راه است. شمسالا صیاد سال بلند، توپ سرگردان هست. باز هم توپ دور میشه. رستم رحیمی توپ گرفته برای خراسان. ضیالحق نیازی مثل در جنایی چپ، آخرین امیدهای گلزنی برای خراسان افسی هست. ای بازی اگر مساوی کنند به نفعشان خواهد بود و بالاتر از قدیم افسی سرپل در جدول قرار میگیری. یاران تیم فوتبال خراسان، مشکلی برای عزیر کریمی پیش آمده. تعویض هایی در راه هست. مصطفی کریمی تعویض میشه. حیات الله وارد میدان شد. فرید احمد هم تعویض میشه. یار شماره 10 وارد میدان خواهد شد. رامین الله فیسی وارد میدان شد. میبینیم که چند دقیقه وقت تلاش رو داشته باشه. 3-4 دقیقه یا بیشتر مشخص خواهد شد. چهار دقیقه وقت تلاش شده برای پایان این مسابقه اعلام شد. کار در جریان هست. شمسالای صیاد، خراسان افسی چیزی بر اساس دادن نداره. ببینیم که میتونن گل مساوی در این لحظات بزنن یا خیر. نصرت الله عسکرزاده صیاد بازم عبدالحق ضیالحق عسکرزاده، هارون نظری ارسال بر روی دروازه عمقیه از عقلی سر توپ دور ساختند. توپ هنوز به اوت نرفته. دوباره ارسال بلند صورت گرفت. توپ جمع میکنه عزیر کریمی. دوباره به نظرم توپ به دست گرفت. گلکیپر مشخص نشد. اعتقاد به خطای دو زرد داشت یاران خراسان افسی. حالا بازم موقعیت هست. خروج گلکیپر
روی زمین افتادن. شهزاده سنگچالکی سنه تکرارش اگر ببینیم که برخوردش چگونه بود. یک بار دیگه اگر ببینیم این سنه را سنده سلو موشنش اگر ببینیم همه چیز مشخص خواهد شد. ببینید یک لحظه با دست به نظرم زد به صورت حریف. رستم رحیمی یک کارت زرد هم گرفته. رستم رحیمی کارت زرد گرفت. آخرین لحظات این مسابقه هست. احتمال داره وقت‌های تنفشی هم وقت‌تنفشی داشته باشه. نیازی توب در اختیار اسعیر کریمی قرار گرفت. دوباره تو به اوت رفته. دوباره رو طرف ساعت خود دید. بازم پاس در سمت راست توپ قطع شد. مجیب الله کریمی توپ به برگشت داد. کار دنبال میشه. دوباره ارسال از سمت چپ. توپ دوباره به اوت زدند. اوت برای تیم فوتبال خراسان اف سی از لحظات پایانی مسابقه. باز هم ارسال تو برگشت داده میشه. باز هم مرکز سمت چپ همچنان موقعیت هست. میلاد عظیمی بازی را شروع خواهد کرد. ارسال مستقیم به روی گل و فرصتی که از دست رفت. داربی سلا خواهد زد تا ثانیه های بعد. بازم پاس کوتاه. بازی هم همینجا به پایان میرسه. پیروزی دو بر یک قدیم اف سی سرپل مقابل خراسان اف سی فاریاب با نتیجه 2-1 در پردای تلویزیونتان تماشا میکنید. این بازی به پایان رسید. تا لحظات بعد هم منافت مچ براتون اعلام خواهم کرد. بهترین بازیکن زمین ببینیم کدام بازیکن هست. حتما اسمش برای من میرسه و من خدمت شما ایزان اعلام خواهم کرد. منتظر هستیم. خوش و پیش بازی کنان. بازی دو تیم هم بالاخره به پایان رسید. قدیم اف سی به
این پیروزی که بعد از تاور جایگاه خودش در جدول قوت بخشید و بسیار فایده کردن در جدول ردبندی بعد از پیروزی که در بازی امروز داشتن یاران خدیم اف سی سر پل. چهارده امتیازی میشن، میرن به جایگاه ششم جدول، جای محمود سایل گرفتن. پیروزی 2-1 تیم فوتبال خدیم اف سی سرپل برابر تیم فوتبال خراسان اف سی و بهترین بازیکن زمین من آف ده مچ هست نسیم مرادی. نسیم مرادی به عنوان بهترین بازیکن زمین امروز انتخاب میشه و تیم فوتبال خدیم اف سی سرپل هم 14 امتیازی شد و از جایگاه دهم به جایگاه ششم صعود کرد.